با سلام درود احترام خدمت هموطنانم در جای جای ایران و دنیا. هر دم از این باغ بری می رسد، تازه تری می رسد. چنان موریان پای های حکومت خورده و به قول معروف پوسونده که اون سرش ناپیدا. روحانی و امثال هم حرفایی که می زنن خودشون می دونند. این داره فرو می ره توی باطلاقی که خودشون ساختند و بعد از 40 و 41 سال هیچ کاری نتونستن بکنن که بگن آقا این نقطه اتکاست. هر کاری کردن فرو رفتن، چون کار بلد نبودن، چون دست نشانده بودن، چون عامل بودن، چون مزدور بودن، چون خائن بودن، چون حریص بودن، چون بی شخصیت بودن، چون گدا صفت بودن. یا رب روا مدار که گدا معتبر شود. و هر جا که اشتباه کردن آمده صورت مسئله را پاک کردن، کشتن، اعدام کردن، زندان کردن، تبعید کردن، ترور کردن. این تمام دستاورده 41 سال این هاست و ننگ بر آمریکا و تشکیلاتش که با کمک انگلیس و شوروی اون زمان و چین و اروپا آورده اینا سر کار. حالا ننگ اینا دامن خودشون گرفته تا ابد، تا زمانی که تاریخ هست این ننگ در دامن اونها هست و پاک نمیشه، هیچ وقت پاک نمیشه، هیچ وقت مردم فراموش نمیکنن، سینه به سینه میچرخونن. تازه دست هر تازه کم کم رو میشه چه جنایتی کردن اینا، از کجاش دیدن. من دیشب بعضی کلیپ اولی گذاشتم، داشتم کلیپ دوم پر میکردم، خب باز برق رفت اومد. بعد دیدم یه آقای مرتب برای من داره کامنت داره، آقا جواب منو بده، جواب منو بده. منم این کارا رو که میکنن یه خورده بیشتر حساس میشم، این جواب که نمیدم هیچی، اصلا میگم خب بابا یه نفرم نمیرسم، مرتب میزد. بگذاریم، کلیپ دومو که گذاشتم گفتم ببینم چی میگه. قسم داده بود دیگه، طور جان مادر جواب بده. بعد چیزی که جواب دادم و گفتم آقا جون بیا واتساپ، آمد واتساپ صحبت کردم، صداش آشناست. به من گفت منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من یکی از مداها هستم. جدا نمیشه؟ گفتم نمیشناسم. گفت مگه میشه همه ایران منو میشناسن؟ گفتم والا من نمیشناسم شما. گفتم مادرم یه شب خونهشون بودم تو مشهد، گفت شب اوشین دیدی؟ گفتم نه. اوشین چیه؟ گفت تو نمیدونی اوشین چیه؟ گفتم نه. من انگار جنایت کردم. گفتم تو سازی من نمیشناسم. گفت من یکی از مداهای معروف کشور هستم، خوشحالم که صدام نشناختی. گفت ما، گفت اینا رو که بهت میگم چون میدونم حرف میزنی و پخش میکنی، خیلی وقت به حرفا رسیدیم، اما دیگه ما توی منجلاب گیر کردیم، نه راه پس داریم نه راه پیش. و فقط میتونم اینو به شما بگم که من دامادم و عروسم و دخترم و پسرم کانال شما رو میبینن، دو سه سالم هست من درگیرم باشون، ولی خب یواشکی گوش میکنم، بعضی حرفا درسته بعضی حرفا قبول ندارم، اما در کل حرفت درسته. امشب جلسه برای ما گذاشتن، البته چند شب گذاشتن، ولی امشب نهایی شد که برای ماه محرم بیا شو اجرا کنن، سر مردم گرم کنن. هرچند ما تهدید رو میدونستیم که همش قصه است که مردم دون بید طلاها دیگه نخواهند داد، بیارن چند تا آمبولانس هر مسجدی هر جایی که شهرت داره شلوغ هست، مریض کرونایی بیارن اونجا دراز کنن فلان کنن. البته بیشترشون کرونایی نیست، شو اجرا میخوان بکنن که بعد بی خوب شدن اینها، بعد باشون مسابقه کنن، همون کار مسابقه هم میکنن دیگه. دیدین مال هفون ماهان و افسران دیدی کار حکومت همین، با تبلیغات تازه زندگی کرده، با تبلیغات رو اومدن، با تبلیغات زندگی کرده، با تبلیغات هم دف میشه بند. گفت بله اینا کار میخوان بکنن ولی ماها نمی کنیم. من به ما گفتم ما 6-7 نفر تا 6-7 نفر ما هم کشتن، یعنی انواع اقسام از بین بردن، چون ما خیلی از اینا میدونیم، ما با خیلی از اینا رفیق هستیم، با پسرهاشون، با خداشون، با خودشون رفیق هستیم، خیلی مسائل پشت پرده اینا رو میدونیم، خیلی کسافتکاریاشو میدونیم، چون ما خود ما آدم سالم زیاد نیستیم. گفت من زمان 14-15 سالم بود، جز سالت افراد محل و فامیل بودم. وقتی آهنگران میخوند من میگفتم خوش باش، وقتی آیت الله موسی پیام میداد میگفتم خوش باش بهش ایران خدمت خودشون، ولی میبینم همش باد هوا بود، امام زمان آمدن باد هوا بود، همش بود و الان همون کارا باید ما بکنیم، ولی من توانشو ندارم، هم سنم رفت با رفته مقدار، هم توانشو ندارم، هم از زن و بچه‌م خجالت میکشم. در نهایت گفتش آقا جون میخوان این کارو بکنن، این حتما بگو، ما اگه لازم بشه من خودم هم با صدای صحبت خودم میکنم این کارو، ولی صلاح نیست فعلا، چون اگه بشه ما چند نفر با هم هستیم و با هم تصمیم گرفتیم آبرینا رو ببریم، ولی شما کانالت و بیرندات خیلی خوبه، اینو بگو مردم که دور بر مسجد نپره، کرد تو مریضایی که میارن خیلیشون سالم هستن، شو اجرا میکنن که مثلا آره اینجوری شد و بعد ما محرم اومدن و فلان کرد، ولی اینا فکر میکنن که مردم باز گولا رو میخورن، نمیدونن ما میدونیم که مردم بخوز نسل جوان ببخشید پشکرم بار شما ها نمیکنن. گفتم چشم، من اینو میگم حرف درسته منطقی هست و اینا برای محرم میخوان یه دستگاه رو خوش درست کنن،
ولی دیگه نمیدونن دیگه این مردم اون مردم دیگه نیستند، چه پیر چه جوان، چون شما همه ماهیتتون مشخص شد، دروغتون، پستیتون، رذالتتون، همه چی مشخص شد، همه چی مشخصه و چنان هم محکم دروغ میگید. اخیرا مثلا جهانگیری، آقا ما ال کردیم، خدا آبروتون اینجوری میبره، خداوند از انسان برگرده، عقلشو میگیره، عقلش میگیره خودشو نابود میکنه، شما با دست خود رو نابود میکنید. خب پس این جریان در جریان باشه دوستان. و بعد حالا بعضی راجع به قضا گفت نظر بعضی ها انسان خوبی هستن، بعضی اینجوری هستن، اما بگی تا جایی که ممکنه هست نظر رو نگیرند، چون ما میدونیم که البته بابا نگفتن، ولی ما دور دور میدونیم که یک سری باز دعا نویس اینا آوردن که دعا بنویسن تو اینا بندازن و یک سری مواد هم شاید توشون بریزن و اینها از اینا هر کاری بگید برمیاد. بچم این مثال جالب که من مرتب میذارم، گفتن روبا تخم میذاره بچه میاره، گفت از این هر روزاده هر چی بگی برمیاد. گفت ما که زندگیمون رو باختیم رفت، آبون باختیم رفت، همه چی باختیم رفت، ولی آخر عمری میخوام یه خورده ای از مثلا یه ارزن جبران میخوام بکنم. بعد بحث دوستان مطرح کردن یه روزا بحث اوقاف، من شاید جز 7-8 تا کلیپ اولم که شروع کردم راجع به اوقاف صحبت کردم، چون من میدونستم باید ما اول کاری که بکنیم تغذیه اینا رو قطع کنیم، این اختاپوس ها رو تغذیهشون قطع بشه. خب تغذیه اوقاف بود قبل از این توطئه ننگی بود، بعدش هم بود، اینها جاییست که حساب کتاب نداره، جاییست که هیچی نداره و میتونن سندسازی کنن و ظلم و ستم بکنن و پولا رو بگیرن ببرن و بخورن. خیلی هاشون تو بانک آمریکا بردن، همین ناصر پسر منگل و احمق طبسی یکی از اونها بود. زمانی که دلار 120 تومن بود 17 میلیارد تومن پول امام رضا رو به قول مال اوقاف رو برد به افغانی داد و بعد اولین خطای بزرگ خامنه‌ای که به چشم همه آمد همین این بود. وقتی برگشت ایران، البته بعد پرودش کلا دست من، قصهش خیلی زیاده، وقتی برگشت ایران دادگاه رفت 17 میلیارد تومان اون زمان که 2 میلیارد هم این برابر که 2 میلیارد 500 میلیون شما این چیزای نمیدونم شبیه بخت آزمایش چی اسم یادم رفت، 2.5 میلیارد تومان اون زمان میدید دنیای پول بود. وقت دادگاه خامنه‌ای به قاضیش گفت که علم نداشته، این نمیدونسته. آقای ناصر طبسی تبرئه شد به دستور خامنه ای و اولین لکه ننگ رو به دامن خودش گذاشت و اون لکه ننگ رو بزرگ تا وجه کشش ندید میرسه و الی آخر که الان تمام طلبه ها، تمام آخونده ها، تمام ائتلاف فحشش میدن، فحش رکیک میدن بهش. و اینها الان که آخونده فهمیدن رفتنی هستن و جای پایی ندارن، آمدن بحث اوقاف و بحث دماوند رو مطرح میکنن که برای خودشون و هنوز هم فکر کنم اون دوران هست، هنوز هم فکر کنم از موزه بالا بتر بزنن کور خوندید اون تمام اوقاف. من اولی جا من کلیپ خواهم گذاشت، خلاصه کلیپ هایی که صحبت کرده اوقاف خواهم گذاشت، سال 95 اون سالها من گذاشتم، اونها رو ازتون میگیرند. برید کار کنید، جون بکنید، عرق بریزید، بفهم مردم چی میکشند. اینی که فکر کنید بشین تو یک مسجد اوقاف، اینه همش دیگه اینا اون ممها رو لب برد دیگه تموم شد. اینم که به هیچ جا نمیرسید و فکر کردید که مثلا احترام قائلید، هیچی احترام قائلید، هیچی بار منفی هم دارید. اون لباس لباس ننگ بر تن شماست، اون ریش ریش ننگ بر به صورت شماست. برید پاک کنید خودتون، اونایی گناه اونایی جلال نکردن کور خوندید. این حساب که از کردید همش بی حسابه. و حتی تمام اوقاف مالاسان و قصد مشهد مال همه شهرستان اصلا من اینو گفتم، پیشنهاد دادم، چون اولین کاری که باید بشه همینه تا این چی میگن تغذیه شماها، اون منشأ درآمد شما بسته بشه. منشأ درآمدی که هیچ حساب کتابی نداره، هیچ مالیات نداره و هر کار دلتون خواست باش میکنید میکردید. البته این تموم شده است. من کلیپ های اونو خواهم گذاشت، یکی دو ساعتی تقدیم خواهم کرد، بعد از این کلیپ بذارم اونو خواهم گذاشت ببینید. بعد خدمتتونم که یک کلیپ دیگه دارم راجع به سال بهداشتی طب سنتی کرده راجع کرونا و اینها رو حتما صحبت خواهم کرد، مشکلاتی که دارید صحبت خواهم کرد و کرونا برای دوباره جهش پیدا کرده. ولی اینکه واکسن درست شده، خلاصه من آدم بدبین نیستم ولی میدونم که بیراحتی نیست واکسنش و سیب دفعه بعدم تقویت میخواد، شروع رو صحبت خواهم کرد در اونجا که چه اتفاقی خواهد افتاد. خیلی از دوستان برای من کامنت گذاشتن که فلان راجب شاهنشاه خوب صحبت کردی، راجب سعدی و مرد کنام نمیرد هرگز کلیپ محشره، اما خیلی سر نگفتی. گفتم دوست عزیز من میخوام کلیپ زیر 15 دقیقه بشه، بازم 17 دقیقه شد، ولی چشم یک مکمل اون هم خواهم گذاشت و خیلی نکات یادآوری کرده. بعد خود من بیشترش یادم بود که نمیخواستم کلیپ تو نمیشه، گفت نه لازم این در تاریخ بماند.
این کلیپ در تاریخ بماند. گفتم چشم، ادب در اطاعت است. و اون رو هم تا مثلا که دو سه روز دیگه با امید حق اون انجام میدم، خواهم گذاشت اون خدمت، تقدیم خواهم کرد که به قول معروف اون کلیپ کامل کامل بشه. بعد خدمت شما هستم که به بازاریا تسلیت میگم، شما بی حیاترین قشر جامعه هستید و بی شرفترین هستید، نه که همین 100%تون، بالغ بر 90%تون. ناامنیتون بزنی شروع میشه، اون سرقت هایی که داره میشه و کاری که داره میشه، این به زودی طوفان شما رو خواهد گرفت، مگر تعطیل کنید، مگر تعطیل کنید، وگرنه روزگارتون سیاست. هر بلایی سرتون در بیارن حقتون هست، حقتون، یعنی پاداشتون رو بهتون میدن، پاداشی که با این رژیم های حکومت همکاری میکنید برای شندر باز، چون نمورد از گرسنگی. شما در حق این مملکت ظلم کردید، در حق ملت ظلم کردید، شما کسایی بودید پشت خمینی وایستادید، جنایت ها کردید، تمام جنایت به حساب شما زنه بچه تونه، چون نون رو دارن میخورند. برگردید، دارم بهتون میگم، به زودی زود طوفانی میشه اون سرش ناپیدا. بگه آقای نوشته که شما از هیچ بیچی نه بدار نه بباره محاکمه میکنید، من چه کار هستم محاکمه کنم؟ هم بدار هم بباره، تو کور خوندی، تو دار تو گوش گاف خوابیدی، نه خیر، هم بدار هم بباره، پدرتون در میارم، همه تون محاکمه خواهید شد بدون استثناء، اگه البته زنده بمونه دست مردم. ولی بازاریا دارم میشه آخرین اختاره بهشون میدم، حیا کنید، شرم کنید، خونی که تو این 40 سال، ظلمی که تو این 40 سال، اتفاقات توی 40 سال، عمر هدر رفته توی 40 سال، تک تک شما ها شریکید بیشرف ها، بس کنید، خجالت بکشید، جمع کنید کاسه گذتون، جمع کنید کاسه گذتون، جمع کنید کاسه گذتون. اینها دیگه چیزی نیست، اینا وقتی که میان برای اوقافی اقدام میکنند، یعنی ما تموم شده هستیم. این قشور داشته باشید، با ملت باشید، بعدش هم هستی، بعد از این دوران هم هستی، نه همیشه با سرتون روی پاتون باشه، جز ظالمترین و نامردترین قشر جامعه شما اسمتون خواهد بود، اسم بازاری که بهتر مردم حقشون میگیره، حالشون به هم میخوره. و وقتی سیستم شد، وقتی شایسته سالاری شد، شما برید همون کاری که ابا اجدادتون میکنه انجام بدید، برگردید همونجا. ولی اگر تا اون موقع بلا سرتون دارن، این جوانه حرکت کردن، سرقت میکنه، کارا میکنن، این شعار بیکار، دزدی و قتل و غارت، تعارف نه با کسی، روزگارتون سیاه میکنند. ببندید و خجالت بکشید، شرم کنید، آخر کاری یک مقدار برای خودتون، یک مقداری برای خودتون آب کسب کنید. خب اگه تماش بکنم خدمت شما که یک کلیپ پزشکی حتما خواهم گذاشت در امروز فردا و یک سری مسئله دیگه هست صحبت خواهم کرد و کلیپ اوقاف رو بعد از این خواهم گذاشت. ایام بکنم بزرگ باشه.